در این قسمت از آموزش میخوایم نحوه ایجاد سیستم کف گرمایش رو توضیح بدیم با استفاده از پلاگین ماجیکت. خب این توضیح رو بدم که این پلاگین داخل سایت میتونید به رایگان دانلود کنید و از اون استفاده کنید و نحوه کرک کردن اون هم توضیح داده شده که به چه صورت هست. خب برای شروع کافیه که شما بیاید از تب ماجیکت پایپینگ تو این تب گزینه دارید به نام Under Floor Heating. خب شما دو حالت دارید، یا قبلا اومدید یک اسپیس برای فضا تعریف کردید یا نه اسپیسی ندارید و داخل یک فضای دیگه میخواید کف گرمایش رو انجام بدید. برای شروع کافی که این ابزار رو انتخاب کنید. این نکته رو هم بهتون بگم که قبل از اون لازمه که حتما شما از قسمت Modify Dataset، قسمت Pipe Series، لوله 5 لایه رو اینجا داشته باشید. این یک نکته. نکته بعد این هستش که شما در قسمت Piping System سیستم Supply و Returnتون رو تعریف کرده باشید با اختلاف دما. دقت کنید، من اینجا حالا به اسم هیدرونیک ریترن تعریف کردم، تایپ پراپرتیز مثلا دمای 45 درجه و هیدرونیک ساپلای با دمای 65 درجه. این اختلاف دما باید وجود داشته باشه. این دو نکته رو حتما در نظر داشته باشید که البته بعد از اینکه ماجیکت رو نصب میکنید معمولا لوله 5 لایه هم اضافه میشه. من این گزینه رو انتخاب میکنم. بعد از اینکه انتخاب کردید ابزار آندر فلور هیتینگ رو، دو تا گزینه دارید، اسپیس و رکتنگل. من اسپیس رو انتخاب میکنم، اینجا یک فضا دارم، موس رو حرکت میدم تا اسپیس من نمایان بشه، یک بار کلیک میکنم. الان اسپیس من انتخاب شده، سمت راست، سمت چپ پایین نوشته شده کلیک آن دی کولد وال، دیوار سرد رو انتخاب کنید، دیواری که با فضای بیرون در ارتباط هست. خب من فرض میگیرم سمت بالا با بیرون در ارتباط باشه، میام اینجا این دیوار رو انتخاب میکنم. مرحله بعدی کلیک آن د اینلت پوزیشن، ورودی رو مشخص کنید، موقعیت ورودی رو. من میگم اینجا ورودی هست، منتظر میشم تا این پنجره باز بشه. قسمت بالا سیستم ساپلای رو دارید. اگر یک سیستم جدید تعریف کردید از قسمت پایپینگ سیستم، کافی اینجا نیو رو بزنید. من هیدرونیک ساپلای این رو تعریف کردم. سیستم کد رو میتونم بدم، مثلا یک کد به اسم هم میتونید، حتما لازم نیست که شماره باشه. هیدرونیک ساپلای آندر فلور به این شکل، این میشه برای ساپلای یا ورودی من. ریترن هم انتخاب میکنم، هیدرونیک ریترن آندر فلور، اوکی رو میزنم. قسمت پایین پاور رو داری که پیشفرض غیر فعاله. پاور اریا 10 وات به ازای متر مربع، کل فضامون 27 متر مربع هستش. بودن قسمت پایپ سریز، اینجا لوله 5 لایه رو انتخاب میکنیم. حالا من چند تا لوله دارم با شرکت های مختلف، ولی خب این رو انتخاب میکنم. قسمت پایپ دایمنشن، از شما میخواد با چه سایز لوله ای میخواید کف گرمایش رو انجام بدید. حالا سایزی که میخواید انتخاب میکنیم، مثلا من سایز 18 رو انتخاب میکنم. دقت کنید موقعی که سایز رو تغییر میدید، هر چقدر سایزتون بزرگتر بشه مقدار سرعت جریانتون کمتر میشه. خب من منتظر میشم تا این مقدار اعمال بشه. خب میذارم سایز 18. اینجا گزینه اینستالیشن های، ارتفاعتون چقدر باشه. من تقریبا منفی 100 میلیمتر یا 10 سانتی متر در نظر گرفتم. زیر کف معماری دیستنس فرام دی وال، فاصله تا دیوار چقدر باشه، من 10 سانتی متر. حالا میتونید مقدار رو تغییر بدید. پایپ اسپیسینگ، فضای بین لوله ها چقدر باشه، فاصله بین لوله ها، این دیوار بود، این فاصله بین لوله ها هست. خب
قسمت additional pipe length نمیخوایم حالا طول رو اضافه کنی، این موارد دیگه غیر فعاله، اینا رو دیگه نمیتونید دست بزنید. کل طول لولمون شده 256 متر، افت فشارمون تقریبا 6 کیلو پاسکال. حالا شکل رو میتونید اینجا انتخاب کنید، مثلا به این شکل میخواید، به این شکل میخواید، به این شکل میخواید، هر کدوم رو خواستید انتخاب میکنید. این موارد رو هم که تغییر دادید از قسمت پایین میتونید آپدیت کنید، آپدیت لی‌آوت و اوکی رو بزنید. خب اینجا نوشته شده که طول شما بیشتر از 200 متر شده. خب پس من میام اینجا 256، میام فاصله رو بیشتر میکنم بین لوله‌ها، تقریبا 200. خب 200 آپدیت رو میزنم، ببینید چون تقریبا 129، باید به یک مقدار برسید، مثلا 180 آپدیت. خب همین میذارم باشه. در نهایت من چیکار میکنم؟ این مورد رو هم داریم که 145. ببینید هر کدوم انتخاب میکنید طول لوله تغییر میکنه و من اوکی رو میزنم، منتظر میشم تا این حالا کف گرمایش هم اعمال بشه به این شکل. الان کف گرمایش رو دارید، این یک حالت شد. حالت بعدی حالتی هستش که شما میاد یک فضا رو انتخاب میکنید بدون اینکه اسپیس داشته باشید. گزینه رکتنگل رو انتخاب میکنم، من میگم این فضا رو میخوام، اون فضای کوچیک رو میخوام. خب کلیک آن the cold water، دقیقا مشابه قبل من میگم اینجا این سمت هم ورودی من باشه. خب همون پیش‌فرض ها وجود داره به این شکل. خب هر کدوم خواستید انتخاب میکنید، سایز رو من میذارم 15، آپدیت، فاصله بین فاصله تا دیوار، خب پایپ اسپیسینگ اینو میذارم 200، کمتر شد میکنمش 50 به این شکل. انتخاب که کردید در نهایت اوکی رو میزنید. حالا این شکل های مختلف هم که اینجا وجود داره، اوکی رو میزنم و منتظر میشم تا تو قسمتی که انتخاب کردم اعمال بشه به این شکل. امیدوارم که این قسمت از آموزش هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه.